در گزارش جدید مؤسسه بین المللی دموکراسی و کمک‌های انتخاباتی IDEA شاخص جهانی انتخابات آزاد و منصفانه در سال 2023 با بیشترین کاهش ثبت شده مواجه شده است. کاهش مشارکت مردم و افزایش چالش‌های مرتبط با تقلب و دخالت‌های خارجی مشروعیت انتخابات را تهدید می‌کند. این گزارش هشدار می‌دهد که روند دموکراسی در جهان برای 8مین سال متوالی با افت مواجه شده و ضرورت اقدامات فوری برای حفظ سلامت انتخابات و مقابله با تهدیدات فزاینده را مورد تاکید قرار می‌دهد. همکارم در گزارش خود این موضوع را مورد بررسی قرار داده که با هم می‌بینیم. به گزارش مؤسسه بین‌المللی دموکراسی و کمک‌های انتخاباتی IDEA مستقر در استکهلم، شاخص جهانی انتخابات آزاد و منصفانه در سال 2023 بیشترین کاهش خود را از زمان ثبت آمار تا کنون تجربه کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که کاهش اعتماد و انتخابات و کاهش مشارکت مردمی، اعتبار و مشروعیت انتخابات را در سراسر جهان تهدید می‌کند. بر اساس این گزارش سال 2023 8مین سال متوالی است که عملکرد دموکراسی در سطح جهانی با کاهش جدی روبرو بوده و این طولانی ترین دوره کاهش از زمان آغاز ثبت داده‌ها در سال 1975 است. شاخص‌های جهانی وضعیت دموکراسی که شامل بیش از 100 متغیر می‌شود، بر اساس 4 دسته اصلی ارزیابی شدند: نمایندگی، حقوق، حاکمیت قانون و مشارکت. در این میان شاخص مرتبط با انتخابات آزاد و منصفانه و نظارت پارلمانی که زیر شاخه نمایندگی است، بیشترین افت را در سال 2023 داشته است. کوین کاساس زامورا، دبیر کل مؤسسه بین‌المللی دموکراسی و کمک‌های انتخاباتی IDEA در این گزارش تاکید کرده است: این گزارش فراخوانی برای اقدام فوری در جهت حفاظت از انتخابات دموکراتیک است. وی در ادامه می‌افزاید موفقیت دموکراسی به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما اگر انتخابات دچار مشکل شود، دموکراسی عملاً غیر ممکن می‌شود. این نهاد نظارتی اعلام کرد که تهدیدهای فزاینده‌ای مانند دخالت دولت‌ها در فرآیند انتخابات، ثبت نام‌های غیرقانونی رأی‌دهندگان، مشکلات شمارش آرا و افزایش مداخله خارجی، اطلاعات نادرست و استفاده از هوش مصنوعی در کمپین‌های انتخاباتی بر روند دموکراسی سایه انداخته است. همچنین مشارکت جهانی رأی‌دهندگان به میزان 55.5% در سال 2023 کاهش یافته است، در حالی که این رقم در سال 2008 حدود 65% بوده است. در حدود 20% از انتخابات‌های جهانی بین سال‌های 2020 تا 2024 یکی از نامزدهای بازنده نتایج انتخابات را نپذیرفته است. این گزارش همچنین اشاره دارد که عملکرد دموکراسی در ایالات متحده که در سال جاری شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است، در 2 سال گذشته بهبود نسبی داشته، اما تلاش برای ترور رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ در ماه جولای امسال خطرات موجود را برجسته کرده است. دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن، پیرامون این گزارش میهمان ما هستند. آقای دکتر علیزاده سلام. گزارش رو در رابطه با افت شدید شاخص جهانی انتخابات آزاد و منصفانه دیدیم و شنیدیم. تحلیل شما را هم در این زمینه بشنویم. البته تعبیر انتخابات آزاد و منصفانه در واقع در انگلیسی بهش میگن free and fair election، یعنی دو عنصر مهمی بایستی همزمان وجود داشته باشه. یکی آزاد بودن انتخابات هست، دومی منصفانه بودن. این به این معنی است که گاهی در انتخاباتی عنصر آزادی نیست، گاهی در بعضی انتخابات در بعضی کشورها عنصر منصفانه بودن نیست و گاه هر دو مفقود هستند، ولی اسمش رو میگذارن انتخابات. ما داشتیم مثلا در دوران مبارک در مصر چنین بود که او تنها نامزد انتخابات بود و مردم پای صندوق رای میرفتن، یک بله و نه، آری و خیر رای میدادن. بعد میگفتن اگر آراء خیر و منفی بالاتر باشد و ایشان رای نیاورد، بعد میریم سراغ انتخاب نفر بعدی رو پیدا میکنه. خب ببینید متوجه میشید که چنین مکانیزمی، اسمشو گذاشتن انتخابات، اما آیا این یک انتخابات آزاد هست یا انتخابات منصفانه هستش؟ خب نه. ببینید مثلا یکی از مشکلاتی که در انتخابات کشورهای جهان سوم رخ میدهد این است که عنصری به نام رد صلاحیت، یعنی دیسکوالیفیکیشن کردن، زیاد دیده میشه. و در انتخابات ایران هم خیلی به شدت شاهد این مسئله هستیم. مثلا جالب هستش که همین آقای پزشکیان پریروز در یک کنفرانس مطبوعاتی خودش گفت و موجب خنده هم شد که گفت خود من رو رد صلاحیت کرده بودن. به چه صفت؟ به صفت اینکه به اصطلاح اتباع و پیروی از احکام اسلام نمی کنن. خب همون کس برای مجلس رد صلاحیت شده بود، الان رئیس جمهور شده. میخوام بگم که این مسئله رد صلاحیت ها، حالا در ایران رو مثال زدم چون مثال دم دستی بودش، اما در خیلی کشورهای دیگه که در واقع از عنصر انتخابات صرفاً برای اینکه برای خودشون مشروعیت درست بسازن، نه اینکه مشروعیت داشته باشن. منظورم چیه؟ منظورم این هستش که ما مثلا در عراق صدام حسین شاهد بودیم که در آخرین انتخاباتی که او انجام داد اعلام کردش که من بالغ از 90%، 95%، چقدر من رأی آوردم. خب بس او هم به سراغ انتخابات میده. یعنی ما میبینیم که در نظام‌های دیکتاتوری هم متوسل به ابزار انتخابات میشوند. به چه منظور؟ به منظور اینکه آیا چرخش نخبگانی در جریان باشه، آیا چرخش مدیریتی در جریان باشه. چون انتخابات اصلش این هستش که هر کسانی که اصلا هستن برگزیده بشن توسط موکلین خودشون مردم. آیا به این منظور صدام حسین چنین انتخاباتی رو برگزار می‌کرد؟ قطعاً نه. ولی اینکه عنوان اینکه انتخاباتی و در کشور من انجام شده برای هر دیکتاتوری هم لذت بخش است. حالا این صحبتمو جمع کنم. این گزارشی که بهش اشاره کردید گزارش مهمی تلقی میشه از بابت اینکه وقتی در اسکیل جهانی نگاه کنیم، روند اینکه انتخابات فری اند فیر، انتخابات آزاد و منصفانه داشته باشیم بر اساس همون 4 فاکتوری که در گزارش هم آمده بود کاهش پیدا کرده. این معنیش این هستش که چرخش نخبگانی کاهش پیدا کرده و این در نهان خودش یک نوع خطری رو ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر که ما در یک نظام سیاسی اجازه ندهیم که چرخش نخبگانی اتفاق بیفتد، پس اون که نظام سیاسی داره به طرف دیکتاتوری میرود. به همین سادگی. این گزارش از این جهت حائز اهمیت هستش که در سال 2023 ارزیابی کردن که روند انتخاب آزاد و منصفانه کاهش پیدا کرده. البته پیرامون این موضوعات بسیاری هستش که بعداً بهش می‌پردازیم. ممنونم. با تشکر از دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.